بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. خانه ات که اجاره ای باشد، دائم به کودکت میگویی میخ بر دیوار نکوب، بر روی دیوار نقاشی نکش. اما این همه مراقبت برای چیست؟ چون خانه خانه تو نیست، خانه مال صاحب خانه است و در دست تو امانت است. اما خانه دل مال کیست؟ خانه دل همه اش مال خداست. در خانه خدا میخ گناه کوبیدن و نقش گناه کشیدن ممنوع است. سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهرشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج هم. سلام خدا به شما اهالی ارجمند و خیلی خوبه یاد خدا، خوش اومدین، شبتون بخیر. خدا رو شکر میکنم که توفیق دارم با یاد خدا هم نشین شما باشم. حاجی حاج علی اکبری سلام علیکم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. تشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم خدمت بینندگان بسیار عزیز و بزرگوار و همکاران ارجمند و جناب عالی عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم خداوند متعال به برکت عباداتی که انجام شده و نمازهایی که در وقت خونده شده رحمت و برکت خودش رو بر همه نازل کنه انشالله. قرار هست انشالله ما از حدودای دوم سوم بهمن از ساعت 19 خدمت مردم شرفیاب بشیم و این مشکلی که گاهن مردم اشاره می‌فرمایند که ساعت اذان در شهرهای اونها در افق اونها قدری با برنامه یا ساعت خواندن نماز در مسجد تلاقی داره، ان شاء الله این موضوع هم به همت دوستان خوب ما حل خواهد شد. برمیگردیم به همون ساعتی که به قول شما ساعت تراز و ساعت مشخصی بود برای یاد خدا. الحمدلله رب العالمین. یک اتفاق خیلی خوب افتاده حاجا، تو برنامه در سال سوم یاد خدا هستیم و باز هم همراهی مردم خیلی خوبه الحمدلله. مطالب نو و تازه‌ای بوده، مطالب کاربردی و اجتماعی بوده، خصوصا حالا شب‌هایی که خدمت شما هستیم رو عرض می‌کنم، چون بحث حقوق هست و رساله حقوق امام سجاد علیه السلام برکت رو داشته که بحث برای مردم خسته کننده و عادی نشده، بچه بسا هر چه جلو طرفیم سوال‌های مردم نشان از آتش شنیدن مطالب امام سجاد علیه السلام هست و این جای شکر و جای سپاس داره، خصوصا از شما مردم خوب که با ما همراه هستید. خیلی ها به 3720 ارسال میکند تماس تلفنی و با همه این دوستان آقای حسین زاده عزیز تماس میگیرن. الان هم میخوایم تو مطلع برنامه از شما من خواهش کنم که خدمت بیننده خوبمون بریم دو سه تا از صداهای نازنین مردم عزیزمون رو بشنویم و فرمایشاتشون رو پذیرا باشیم. در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، خسته نباشید. حبیب الله علیرضایی هستم از شهر بیزیکه اصفهان. خواهشی که از شما دارم این است که برای ما اقتصاد اسلامی را توضیح بدید. این برنامه قرآنی فکر میکنم خیلی مشکلاتی
از مردم حل میکنه و خیلی کار باشه. خیلی ازتون تشکر میکنم، ازتون ممنونم. ما خیلی دوست داریم که آگاهی پیدا کنیم نسبت به این امر. تشکر میکنم، خدا نگهدار شما. از پروژه تماس میگیرم، گفتم از برنامه‌تون تشکر کنم، برنامه‌تون واقعا عالیه. بعد که میخوام بیشتر به جوانا توجه بشه، تو برنامه‌تون بیشتر مشکلات جوانا رو که مد نظر قرار بدید. ممنون، دست شما در نکنم، خدا عزیزی هستم. یک دنیا ممنون و متشکریم از این همه ابراز لطف و محبتتون. اینها گوشه است از محبت‌های شما، قطعا در طول برنامه نمیتونیم همه فرمایشات شما رو پخش کنیم، اما با همه دوستانی که نوشتن تماس تلفنی و برای ما پیامک کردن حتما تماس میگیریم. گاهی انتقادهایی دارن، تماس میگیریم باشون، میشنویم فرمایشاتشون رو و واقعا هم با تمام وجودمون به کار میبندیم. گاهن عزیزانی بودند که من انتقاد داشتن، خودم خدمتشون تماس گرفتم و عرض ادب کردم و به دیده منت میگذاریم فرمایشات شما رو و انشالله با راهنمایی شما بتونه برنامه یاد خدا به دل شما بنشینه. خدمت حاج آقا هستیم. جلسه قبل جمع‌بندی بسیار خوبی داشتید از آنچه که در این حدود 3 سال برای ما فرمودید. از رساله حقوق امام سجاد، از حق الله فرمودید، از حق النفس فرمودید، از حق افعال فرمودید و از حق اعضاء فرمودید. رسیدیم به جایی که میخواید برای ما ظاهرن از حق مسئولین، چون این رو عرض میکنم قبل از شما، امروز توی کانال های شبکه های مجازی مثل تلگرام دیدم که نوشتن استقبال کرده بودن که امشب قرار تو برنامه شما از حق مسئولین گفته بشه. بله، متشکرم. من با اجازتون متن رساله رو بخونم. ثم حقوق الائمه، همونجور که جلسه پیش عرض کردیم، از اینجا به بعد در واقع فصل جدیدی از رساله حقوق آغاز میشه، با این ویژگی که در این فصل ما بیشتر حقوق اجتماعی و محورهایی است که درش حق الناس قابل ملاحظه است به صورت فراگیر، حالا انشاءالله توضیح خواهم داد. و جالبه که با حقوق پیشوایان و به عبارتی امروز شناخته شده مسئولین، مثلا فرمان روایان و رهبران، کسانی که رهبران و پیشوایی و مدیران آغاز میشه. فرمود ثم حقوق الائمه، از کلمه ائمه اینجا استفاده شده. فاما حق سائس که به سلطان، اولین گروه از کسانی که دارای حق پیشوایی هستند، کسانی هستند که حکمرانی دارند و فرمان روایی دارن و مسئولیت عالی در مدیریت و رهبری جامعه دارن. درباره اینها حضرت فرمودن فان تعلم انك جعلت له فتنه و انه مبتلا فیک، یادت باشه که تو در واقع وسیله آزمایشی هستی برای والی و اون مدیر و رهبر، و او هم درباره تو گرفتار آزمایش هست. به خاطر اون سلطان و در واقع مدیریت عالی که خدای متعال برای او قرار داده. خب بعد امام علیه السلام شروع میکنن دیگه به تفصیل راجع به حقوق اینجا صحبت میکنن، این حقوقی که مسئولین بر مردم دارند یا پیشوایان بر مردم دارند. من با اجازتون بحث رو از اینجا شروع میکنم که همونطور که ملاحظه فرمودید در اینجا ما وارد مباحثی میشیم که در اینجا دیگه پای کس دیگه هم وسط هست. تا اینجا که مباحثه میکردیم با هم، حقوقی بود که بین شخص و خودش و خدای متعال برقرار بود. از این پس نه، پای کس دیگه‌ای وسط هست و از ویژگی‌های رساله حقوق امام سجاد علیه السلام این هست که در این بخش یک فهرست تفصیلی رو حضرت بیان می‌کنند که فوق‌العاده است. حالا انشالله به
دقت اونها رو برسیم و به توفیق الهی مطالعه کنیم. ویژگی این گروه از حقوق که از این جلسه آغاز میشه این هست که چون جنبه حق و ناس درش وارد میشه، حالا این مردم که میگیم مثلا در مبحث کنونی ما اون مدیر عالی است که به ما بالاخره حکمرانی داره، در یه بخش دیگه خواهیم گفت اونجایی است که حق بالاخره مردم بر مسئولین و رؤسا و پیشوایان خودشون هست، دیگه میره سراغ حق معلم و حق پدر و مادر و همینجور تا انتها عمدتا مباحث مربوط میشه به حقوقی که پای احدی یا گروهی از مردم در میان هست. اینجا هم یک قاعده وجود داره، قاعده اینه که این حقوق برخواسته برگرفته از حق خداوند هست، یعنی به عبارتی حق الله هم محسوب میشه، با یک ملاحظه. ملاحظهش اینه که اینجا خدای متعال رضایتش در گرو تأمین اون حق مردم قرار میگیره و تا اون کسی که حقی به عهده ما پیدا کرده حقش ادا نشه یا راضی نشه و یا باید حقش ادا بشه یا اینکه بالاخره حلال کنه و اعلام رضایت بکنه، تا به این نقطه نرسه خداوند تبارک و تعالی از اون شخص قبول نمی کنه. به نوعی حق الناس حق الله رو هم دربر داره، اصلا از اونجا ناشی شده، این حق رو خدا به او عارض کرد داده و بنابراین او رو در این بین ما و خودش محق قرار داده. این بالاخره نکته ایست که حساس میکنه بحثای از این به بعد ما رو، یعنی مقدار دقت بیشتری رو میخواد که باید بله داشته باشه. خب در این فصل باید انسان مؤمن هم در شناخت این گروه از حقوق عنایت بیشتری داشته باشه و هم برنامه ریزی هایی که داره برای ادای این حقوق هم طبعا باید برنامه ریزی های دقیق تری باشه، تا انشالله بتونه به لطف خدای متعال و با همون تعبیری که حضرت دارن که ولا قوت الا بالله، انشالله با مدد گرفتن از حضرت حق از عهده این حقوق بر بیاد. این در حد اشاره، چون حالا خودش میتونه محل صحبت باشه که من به تدریج سعی میکنم در ضمن حقوقی که در این بخش گفتگو میشه به شرط توفیق و فضل الهی انشالله اونا رو به مناسبت ها توضیح خواهم داد. الان معطل نمی کنم، میخوام بریم سراغ بحث این جلسه. در عنوان رساله حقوق اونجا که حضرت فهرست ها رو مطرح میکنن فرمودن ثم تخرج الحقوق منک الى غیرک، از این به بعد، از اینجای کار به بعد حق تسری میکنه از تو به دیگری، یعنی دیگه پای یک انسان یا انسانهای دیگری هم به میان میاد. من ذوی الحقوق الواجبت علیک، اون کسایی که حق واجبی بر عهده تو دارن. بعد فرمودن و اوجبها علیک حقوق ائمتک. حالا اون یه فهرست طولانیه، کسانی که بر ما حقی پیدا میکنن خیلی بالاخره گروه های متعدد و متنوعی هستن. حضرت فرمودن از بین اینها اون کسانی که حقشون جدیتره، واجبتره، استوارتر و محکمتر هست حقوق پیشوایانه بر تو، حقوق ائمتک. ملازم میفهمید اینجا از کلمه امام استفاده شده، جمع امام که ائمه میشه. امام هم به معنای به اصطلاح وسیع کلمه اینجا مورد نظر هست، یعنی اون کسی که بر تو مدیریت میکنه، اشراف داره و عرض به خدمتون در شؤون تو دخالت میکنه، برای تو برنامه ریزی میکنه، درباره تو تصمیم میگیره، اون تصمیم ها رو به اجرا در میاره. این میشه امام اینجا به این معناست. که جالبه بعد حضرت تعبیر میکنن به سائس، همون سیاست گذار، مدیر، کسی که به نحوی
مداخله برنامه‌ریزی تو زندگی تو پیدا میکنه و در محیط زندگی تو مداخله داره. اینجا پس تعبیر شد به ائمتک، فرمودن فحقوق و ائمتک ثلاثه، اینا میشن سه گروه در این محور. فرمودن از همه این سه گروه واجبتر حق اون کسی است که بر تو حق رهبری و پیشوایی و حکمرانی داره. اوجبها علیک حق سائسک به سلطان. بعد نوبت کی میرسه؟ فرمود ثم سائسک بالعلم، با علمش برای تو برنامه ریزی، یعنی معلم، دقیقاً به معنای معلم و استاد. سائسک بالعلمک بالعلم، بله بالعلم، سائسک بالعلم یعنی اون کسی که تو رو با همطور که از طریق دانش رهبری میکنه که میشن معلمان و اساتید. ثم حق سائسک بالملک، سوم اون کسی است که در واقع با ملک بر تو حق بالاخره امامت پیدا کرده، این ببخشید بالملک، سائسک بالملک، ملک که همون گروه اول میشه، سلطان میشه، سائسک بالملک، این الان در جامعه ما هیچ مصداقی به لطف خدا متعال نداره، مربوط میشه به روزگار ائمه علیهم السلام، به صدر اسلام که بالاخره اشخاص معامله میشدن، لذا خیلی به شکل طبیعی کنیز داشتن، غلام داشتن، بردهداری خرید و فروش میشد، یک بالاخره رسم جاهلی غلطی بود که اسلام اون رو مدیریت کرد، قاعده مند کرد و حذفش کرد. پس این مفهوم صاحب خانه نداره؟ نه خیر، نه نه، ملک به معنای این کسی که مالک شخص. توه، کسی که مالک تو هست، عرض کردم این الان هیچ مصداقی نداره. بنابراین ما با اجازه شما اون قطعه از رساله حقوق رو دیگه اصلا واردش نمیشیم، چون در زمان ما وجهی براش نیست، چون که هم در قرآن کریم آیاتی در ارتباط با این موضوع هست، هم در بالاخره مباحث فقهی ما برای این مسئله قواعد و ضوابطی نقل شده که مربوط به اون زمان بود که بنا بود این مسئله از اون فضای آشفته خودش بیرون بیاد، مدیریت بشه، قاعده مند بشه، ضابطه مند بشه، معلوم بشه که اینا هم حقوقی دارن، تو این اصلا برای اینا حقی قائل نبودن، حقوقی دارن، در ارتباط با اونها وظایفی وجود داره، قوانینی وجود داره و بعد به تدریج اون رو از دایره بالاخره زندگی اجتماعی خارج کردن که حالا بحث مستقلی داره برای خودش. خب پس این سه اینجا حضرت فهمیدن و کل سائسن امام، این نکته جالبه ها، و کل سائسن امام، یعنی هر کسی که میتونه در شؤون تو مداخله کنه، برای تو برنامه ریزی کنه، برای تو تصمیمی بگیره، به نوعی سمت پیشوایی و امامت رو برای شما داره. خب این مربوط هست به اون بخش مقدمه رساله حقوق که حضرت فهرست تفصیلی رساله رو مطرح کردن، تا میرسه به همین بخشی که ما شروع کردیم که فهم ما حق و سائسه که به سلطان. خب حالا ببینیم اون کسی که در واقع در جامعه مدیریت عالی داره، پیشوای جامعه است، امام جامعه است، و کسانی که در سلسله مراتب او به نوعی حق بالاخره مدیریت و به تعبیری اعمال قدرت دارن توی جامعه، اینا چه حقوقی بر مردم، بر مردم عادی و بالاخره گروه های مختلف اجتماعی دارن، امام اینجا وارد میشن به این بحث. خب اینجا من با اجازتون از این نقطه بحث رو آغاز میکنم که به نظرم خیلی جالبه و شیرین میکنه فضای این بحث ما رو، و اون عبارت است از این که مسئله پیشوا و امام و رهبر یا سلطان و مدیر عالی در رساله حقوق یک لنگه حق قرار گرفته، یعنی ما دو کفه حق
اینجا داریم و اصطلاحاً میگیم یه حقوق متقابله که در واقع یک طرفش حق والی و رهبر و فرمان روا و حالا به قول شما در یک عبارتی مثلا مسئول و مدیر بر مردمه و بر کسانیست که تحت مدیریت و برنامه ریزی او و قدرت او قرار میگیرن. دوم حقوق مردم بر سلطان و پیشوا و رهبر هست، یعنی اینا میشه یک حقوق متقابل که این خوب در از ویژگی های فلسفه سیاسی اسلامه که خیلی نکته جالبیست. گفتم از اینجا بس مورد توجه قرار بگیره. اولا مسئله میشه جزء حقوق، کاملا جنبه خدایی پیدا میکنه، یعنی خداوند تبارک و تعالی این حقوق رو وضع کرده و به رسمیت شناخته بین حاکمان و مردم و این حقوق رو جنبه خدایی بهش داده و به صورت متقابل قرار داده. یعنی در واقع اون چه که در فلسفه سیاسی اسلام پسندیده شده جنبه یک قرارداد اجتماعی نیست که مثلا دو گروه با هم قرار بذارن، یه گروه بشن رئیس یه گروه بشن مرؤوس و طبق تفاهمی که با هم دیگه میکنن بخوان برنامه‌هاشون رو پیش ببرن. البته یه فرض خیلی بدتری هم داریم، فرض بدترش اینه که کسانی بر اساس زور و قدرت و امثال اینها حاکمیت پیدا بکنن و همین مدل حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری و امثال اینها که هم در گذشته فراوان بوده هم جامعه ما و مردم ما تجربهش رو دارن به صورت گسترده، قبل از انقلاب اسلامی تجربهش رو دارن، هم الان در اطراف ما جاهایی رو میشناسیم از همین قبیلن. مثلا فرض بفرمایید نمونه مطرحش که الان سر زبان ها هست مثلا این رژیم آل سعود. مثلا آل سعود خب چیه قصهش؟ اونجا در واقع اینا پایه مشروعیتشون چیه؟ بر اساس چیه بالاخره حقی اینها دارن اونجا اعمال مدیریت میکنن تو این کشور؟ آیا مردم اینا رو انتخاب کردن؟ آیا قراری بین اینها و مردم گذاشته شده؟ آیا انتخاباتی مثلا برگزار شده؟ آیا اینها دارای ظرفیت‌های علمی، معنوی، اخلاقی و فضائل خیلی عالی هستن؟ قصه چیه؟ مراجعه میکنید ببینید یک رژیم کهنه منحوس منحط قدیمی 100% استبدادی و دیکتاتوری، یه خانواده است مسلط شده بر اساس یک حالا جریان طولانی که بماند که معمولا پشت سر این رژیم ها معمولا، البته همیشه اینجوری نیست، معمولا یک اراده بالاتری هم هست. طراحی های منطقه‌ای ما کاملا طراحی انگلیسی بوده دیگه که بالاخره اینجا یک چیزی به نام مثلا یک دولت آل سعود مثلا شکل میگیره، اینا رو مسلط میکنن به منابع اون کشور، میشن یه خانواده‌ای که حالا با تکیه بر سرنیزه، با تکیه بر قدرت اقتصادی که پیدا کردن این خانواده و با حمایت اربابای خودشون دستگاه استکبار جهانی باشه اونجا دارن حکمرانی میکنن، نه به کسی پاسخگو هستن، نه به ضوابط بالاخره الهی، نه به حقوق بشر، به هیچی اعتنایی ندارن. یه مدلیه. ما درست شبیه این رو در کشورمون تجربه کردیم، هنوز خیلی هم ازش فاصله نگرفتیم. البته نسل جدید ما نمیشناسه اون دوره رو و واقعا لطف خدای متعال شامل حالشون شده و اصلا تشخیص ندارن یعنی چی مثلا زندگی تو یک رژیمی که سر تا پاش استبداد و عرض به خدمتون دیکتاتوری و امثال این هست. خب ما این رو در جامعهمون در زمان پهلوی اول دوم و قبل از اونها هم به گناه های دیگری تجربه کردیم. خب اونجا ملاحظه می فرمایید که صرفا مسئله پول، مسئله قدرت، زور و اعمال حاکمیته. بعضی مدل های جدیدتری در دنیا تجربه شد، اون مدل ها همین مدل های قراردادهای اجتماعی و مثلا دموکراسی و انتخابات و امثال این هاست که حالا اونا خودش یک بحث طولانی دیگه ای داره. البته از اون مدل قبلی بهتره،
از این مدل دیکتاتوری بهتره، ولی خب یه شکلی است که در اونجا کسانی که حکمران میشن و فرمان روا میشن و منابع اقتدار و قدرت و به اصطلاح طبیعی کشور در اختیارشون قرار میگیره و دربارش تصمیم میگیرن. اینجا طبقه قراردادهایی مثلا در یک فضای انتخاباتی مثلا سر کار میان. اگرچه مدل های دموکراسی که شناخته شده است الان مدل های بهتری است از اون مدل های دیکتاتوری، ولی اگر دقیق بشیم و عمیق بشیم پشت سر اینها، پشت صحنه‌اش باز حرفای دیگه ای هست. یعنی اونجا شما میبینید که انتخاب های به اصطلاح خالصی وجود نداره، بلکه باز هم یک تدابیری اونجا هست که کسانی از پشت صحنه بسیار شرایط رو مدیریت میکنن تا کی بیاد، کدوم حزب بیاد سر کار. و حالا داستانهاییست مثلا اونچه که الان در کشورهای غربی وجود داره، در خود آمریکا مثلا وجود داره که بحث لابی صهیونیستی و امثال اینها رو عزیزان ما الان جامعه ما با این حرفا کاملا آشنا هستن که اونا پشت صحنه تصمیم میگیرن. بنابراین مثلا اوباما یک کسی که منتخب متنی مردم باشه نیست که میاد مثلا میشه رئیس جمهور و شخص اول اون مملکت. اونجا تعصب و لابی خیلی تأثیر خیلی گذار. جدیه و تو در تو کاملا پیچیده که در واقع اصطلاحا میگیم دموکراسی هدایت شده است. اینجوریه، کاملا تحت برنامه است تا یه جای دیگه تایید نشه و تصمیم گرفته نشه. اینها موفق نمیشن بیان مثلا پای مسئولیت و میز قدرت قرار بگیرن، که حالا اینم خودش یک مدلی است که جریان هست. اون شیوهی که در اسلام هست هیچ کدوم اینا نیست. اون چه که در حاکمیت اسلامی و حکومت اسلامی تعریف شده اولا ریشه داره در حق الله، یعنی میگه که حق حاکمیت، قانونگذاری، فرمانروایی و سلطنت فقط و فقط از آن خداست تبارک و تعالی. خب این میشه مبنا. و خداوند تبارک و تعالی این حق خودش رو با یک قواعدی تو زندگی اجتماعی مردم جاری میکنه، که وقت به این ترتیب چه کسی میتونه در این محیط حق الهی مثلا صاحب قدرت بشه، صاحب تصمیم بشه. وقتی که شرایط داره، یه فهرستی از شرایط میاد اینجا قرار میگیره. مثلا او باید عالم باشه به احکام الهی، چون میخواد حق الهی رو جاری کنه دیگه. باید عالم باشه، باید متقی باشه، پارسا باشه، باید شجاع باشه، باید عادل باشه. ملازم فهم. یعنی یه فهرستی است تا بتونه اون امانت رو که عبارت است از اعمال حاکمیت توی جامعه و مدیریت، این امانت بهش، این امکان فراهم بشه، این امانت در اختیارش قرار بگیره تا مشروع باشه در واقع اعمال مدیریتش. دوم، چنین کسی باید مقبولیت هم توی جامعه داشته باشه، حضور اجتماعی، حمایت اجتماعی، بیعت و امثال اینها هم در سمت دیگه پیش بینی شده. و در این میانه یک حکمرانی مطلوب و خوب و جذاب پیدا میشه که در این حکمرانی دو سمت مسئله کاملا دیده شده. یعنی هم سمت اون کسی که این امانت در اختیارش قرار میگیره، هم کسانی که توی اون جامعه زندگی میکنن، مردم در واقع، ناس و توده های مردم. بین اینها حقوق متقابل برقرار میشه، خیلی جالبه. یعنی طرفین بر عهده همدیگه حقوقی دارن، کاملا ضابط من میشه، طراحی میشه و ازش یک مدلی به دست میاد که میگیم حکمرانی مطلوب و خوب، که امروز حالا در دوره معاصر بشریت با همت ملت ایران، با کفایت ملت ایران، این مدل جدید از حاکمیت رو دارن مشاهده میکنن و تجربه میکنن. یه تجربه کاملا نو و جدید و فوق‌العاده جذاب و شیرینه که حالا بهش اشاره خواهم کرد. بنابراین پس برگردم روی نکته و این قسمت رو جمع‌بندی کنم محضرتون
و اون نکته اینه که اینجا مسئله حق مطرح میشه که اون پیشوا و کسی که این امانت که عبارت است از مدیریت جامعه، رهبری جامعه، که ایجاد نظم، ایجاد امنیت، ایجاد رفاه، عرض به خدمتتون که رشد فکری، رشد معنوی، رشد اخلاقی برای جامعه، بعد تأمین عزت، تأمین استقلال و شکوه ملی و امثال اینها باشه، همه اینها به امانت به او سپرده میشه یک طرف، و نظمی که توسط او جریان پیدا میکنه و کسانی که به وسیله حضور او امکان مداخله در زندگی مردم رو پیدا میکنن، حالا یا نهادهایی هستن که امروزه ما بر جدیدتر شده دیگه، قبلنا بیشتر رو اشخاص میگشته، ولی حالا مثلا نهادها، سازمانها، جایگاه‌هایی تعریف میشه که او رو یاری میکنن در انجام اون به اصطلاح وظیفه بزرگ و امانت عظیمی که بر عهده‌اش قرار گرفته، و از طرف دیگه مجموعه حقوق عظیمی است که مردم بر والی و پیشوا و مدیر عالی و مدیران میانی جامعه پیدا میکنن، میشه یک حقوق متقابل. خب این حقوق رو چه کسی وضع کرده؟ خدای متعال، صاحب همه حقوق. آفرین. این صرفا یک قرارداد اجتماعی و اینها نیست، تفاوتش این حقوق رو، آفرین با این تعبیر زیبایی که داشتید، به اصطلاح خالق حق و صاحب حقوق و خالق و صاحب مردمان و ولی همه قرار داده، تنظیم کرده به وسیله پیامبرش صلوات الله و سلام علیه، این حقوق رو معرفی کرده، این نظام رو پیشنهاد داده و به این ترتیب در واقع چیزی به نام حقوق پیشوایان در بحث ما شکل میگیره. خیلی ممنون و متشکرم. تا اینجا متن بحث بود. فکر میکنم از این بخش به بعد، بعد از صلواتی که میفرستیم برای معرف حقوق که فرمودن پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم هست، قدری مستاقی تر و ریستر میخوام از حضورشون تقاضا کنم و خواهش کنم برای ما بفرمان. از امشب فصل جدیدی از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو آغاز کردیم، بعد از مدت ها که از حق الله گفتیم، از حق خودمون بر خودمون گفتیم، از حق اعضاءمون، حق دست و زبان و پا و چشم و گوش، آمدیم سراغ حق افعال، حق نماز و روزه و حج و قربانی و صدقه و اینها رو گفتیم. حالا رسیدیم به حق الناس و حق اشخاص و حق پیشوایان و رهبران و امامان. فکر میکنم کم بهش فکر کردیم، همیشه از حق خودمون بر اونها گفتیم و شنیدیم و طلب کردیم که البته اون هم هست، اما این بار از زاویه نو داریم بهش نگاه میکنیم. اون هم از چه زاویه مبارکی؟ زاویه نگاه امام سجاد علیه السلام براشون و برای جد مطهرشون پیامبر رحمت صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم خصوصا از عزیزانی که خیلی ویژه سوالاتشون و فرمایشاتشون برای ما ارسال میکنن و این رو از ما دریغ نمیکنن. ما مدت هاست خدمت شما هستیم و الحمدلله رب العالمین که همراهی شما رو همچنان با خودمون حس میکنیم و انرژی میگیریم و انگیزه میگیریم و راهنمایی میگیریم. آقا در خدمت شما هستیم. خب به این ترتیب بخش جدید رساله حقوق با حق امام، سلطان و پیشوا در واقع شروع میشه. اون هم در واقع ائمه با تعبیر زیبایی که حضرت داشتن، و از بین اونها کسی که دارای بالاخره مسئولیت پیشوایی و رهبری و مدیریت عالی در جامعه است.
در این بخش نخست اشاره‌ای داشتیم به زیبایی در واقع حکومت الهی و اسلامی که درش اطراف مسئله به صورت به عنوان حق معرفی میشه، حقوق متقابل بین پیشوایان و مردم، در واقع مدیران و مردم جریان داره. منشأ حقوق هم خدای متعاله، یعنی مشروعیت اینکه کسی میتونه درباره مردم، درباره زندگی اونها، سلامت اونها، دین اونها، دنیای اونها تصمیم بگیره، برنامه ریزی های کلان داشته باشه، مشروعیتش از سوی خدای متعاله. این که مردم درباره این پیشوا هم بالاخره حق و حقوق یه فهرستی از حقوق رو دارن از سوی خدای متعال ارائه شده، که حالا من به اون بخش دوم طبعا خواهم رسید در فهرست رساله نورانی. فعلا داریم درباره حقوق رهبران و پیشوایان صحبت میکنیم که از این زاویه مسئله دیده بشه و اون جایگاه عالی و در واقع رهبری عالی جامعه. روایتی رو من از امیرالمؤمنین علیه السلام براتون بخونم که خیلی شیرینه. بحثای مرتبط با حوزه سیاسی کلیدهاش عمدتاً از نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام و از کلمات مولاست که اونجا خیلی مبتلا به بوده و البته بخشی هم از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هست. فرمودن و اعظم ما فرض الله سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن از عظیمترین حقوقی که خداوند تبارک و تعالی واجب کرده بر تو و بر مردم، حقوق پیشوا و فرمانده و فرمانروا بر مردم هست و به طور متقابل حق رعیت علی الوالی و حق مردم بر والی و مدیر و رهبر. پس دو طرف است. آفرین. فریضتون، چقدر ببینید اینجا جالبه، فریضتون فرضها الله سبحانه، این همون واجبی است که خدای متعال قرار داده و واجب کرده. لکلن علا کل، بر هر یک بر عهده دیگری این حق رو خدای متعال قرار داده. خب این نتیجه این حق متقابل چیه؟ یعنی فلسفه این حقوق متقابل بین مردم و بین پیشوایان تا اون رهبری عالی چیه؟ فرمودن فجعلها نظاما لالفتهم، به این ترتیب خداوند تبارک و تعالی بین اونها الفت رو برقرار میکنه. ببینید ویژگی حکومت اسلامی و سیاست اسلامی اینه که بین مردم و مدیریت عالی جامعه رابطه الفته، از رهگذر رعایت این حقوق بین اونها الفت برقرار میشه، دینشون عزیز میشه و عزن لدینهم. و یادتون باشه حضرت میفهمن فلیست تسلح الرعیه الا به صلاح الولات، امکان نداره که مردم به خیرشون و صلاحشون برسن مگر اینکه از رهگذر ولایت صالح و مدیران عالی که دارای صلاح هستند و صداد هستند. ولا تسلح الولات الا به استقامت الرعیه، و هیچ وقت هم مدیران عالی جامعه نمیتونن وظائف خودشون رو به شایستگی انجام بدن مگر با همراهی و استقامت مردم. وقتی مردم و در واقع مدیران جامعه دستشون به دست هم داده بشه بر اساس حقوق الهی، یک چنین جامعه‌ای به خیر و صلاح خودش دست پیدا خواهد کرد و به خوشبختی میرسه. بعد حضرت ادامه دادن، این بیانات امیر المؤمن علیه السلام است، حضرت فرمان فریضا عدت رعیه الالوالی حقه، اگر به این جامعه به این بلوغ برسه، این دقیقه، اگر به این بلوغ برسه که مردم حق والی رو به او پرداخت بکنن، فاذا عدت الرعیت و الالوالی حقه و عد الوالی الیها حقه ها، و اون پیشوا و فرمان روا هم حق مردم رو ادا بکنه، نتیجهی که پیدا میشه این هاست. امام علیه السلام اینجا 7
نتیجه و خروجی رو معرفی میکنن. ببینید چقدر جالب اینها. یک، عز الحق بینهم. اولا حق در بین مردم عزیز میشه، در بین مردم و حکومت. دو، دین برپا میشه و قامت مناهج الدین، دین خدای متعال، آیین حق استوار میشه. این دو. سوم، و اعتدلت معالم العدل. چقدر این جالب. سوم این که عدالت در جامعه برپا میشه. چهارم، سنت های الهی و سنت های نبوی در جایگاه خودش قرار میگیره و مستقر میشه. من به نظرم، البته با مراجعه‌ای که داشتم، این جرت علی ادلالها از سنن به نظرم رسید، یعنی همون سبک زندگی خدایی الهی مورد پسند حضرت حق توی جامعه مستقر میشه و برقرار میشه. پنجم، و فتصلح بذلک الزمان. زمان سال اصلاح میشه. این تصلح بذلک الزمان یعنی چی؟ این جالبه. اصلاح زمان یعنی در واقع از همه ظرفیت ها به موقع و با به اصطلاح رعایت شرایط استفاده میشه. مدیریت زمان. مدیریت میشه. زمان. آفرین. ششم، تایم منیجینگ بهش میگن. آفرین. ششم، به اصطلاح حکومت پایدار میشه و تم عفی بقاء دوله، چنین حاکمیتی، چنین نظامی دوام پیدا میکنه. و هفتم، یعزت مطامع الاعداء، دشمنان هم ناامید میشن. ملاحظه فرمودید این هفت برکتی است که از رهگذر رعایت حقوق متقابل بین فرمان روایان و مردم، بین حکومت و مردم، وقتی حق متقابل رعایت بشه یک چنین برکتی به مردم میرسه، که ملاحظه میفهمه تقریبا به همه چیز رسیدن دیگه. این یکی از راه های دشمن شاد کردن و دشمن خوشحال کردن اینه که والی حق مردم حق. و مردم حق والی رو اولا نشناسن، دوم ادا نکنن. یعنی دقیقا بحث رو شما برگردونید دیگه، یعنی همین هفت نکته رو برعکسش کنید. اگر این حقوق متقابل رعایت نشه، حق ذلیل ذلت پیدا میکنه، خار میشه توی جامعه، دین امکان اجرا و تحققش رو از دست میده، عدالت زیر پا گذاشته میشه، نمیدونم سنت های الهی و روش زندگی مناسب دینی، زندگی مطلوب حضرت حق از دست میره، عمر جامعه، زمان جامعه که همون فرصت های شکفتن هست تضییع میشه از دست میره، یک چنین حکومتی امکان دوام نداره و بالاخره دشمنان امیدوار میشن برای اینکه بتونن به یک چنین جامعه‌ای مسلط بشن و به همه منابع اونها سلطه پیدا بکنن. خب این پس محصول رعایت در فرمان. البته از اولیاء خدا شنیدیم، از خود امیرالمؤمنین علیه السلام هم شنیدیم که حق گفتنش و توصیف کردنش به زبان البته آسانه و شیرینه. الحق و اوسع الاشیاء فی التواصف، وقتی میخوایم وصفش کنیم خیلی زبانمون بازه، میتونیم به راحتی بگیم و بشنویم و توضیح بدیم، ولی اضیقها فی التناصف، ولی اونجایی که وقت رعایت حقه البته کار بسیار دشوار و سختی است و بالاخره حقوق هم مخصوصا وقتی که متقابل میشه این قصه درش دقیق تر میشه. خب من برمیگردم روی متن رساله. اولین جمله خیلی جمله تکان دهنده ای بود، فکر میکنم عزیزانمون هم شنیدن، خیلی براشون جالب بود. اولین نکته اینه که دارن حالا حضرت با مردم صحبت میکنن نسبت به پیشوا و رهبر و نظام، با این فرض که این پیشوا، این رهبر و این نظام، نظام مشروعه، پیشواییش پیشوایی مشروعه، مورد تأیید حضرت حقه، بر اساس قواعد دین این نظام و این دستگاه
رهبری و پیشوایی و مدیریت و حکومت شکل گرفته با این فرض. اولین نکته که مطرح کردن امام علیه السلام و خیلی به نظرم تکان دهنده است اینه، فرمودن نکته اول اینه که بدونید مردم، شما همتون با خبر باشید، آحاد مردم بدونن که تو برای این نظام و این حکومت و رهبر امتحان هستی. فان تعلم انك جعلت له فتنه و انه مبتلا فيك بما جعله الله له عليك من السلطان. این که من گفتم این بحث ما درباره حکومت حق و پیشوایی حق و پیشوایی مشروع همینجاست، بما جعله الله له عليك من السلطان، چون خداوند این حق پیشوایی رو به او داده که الان برای تو برنامه ریزی کنه، برای زندگی شما، برای آموزش شما، بهداشت شما، سلامت شما، اقتصاد شما، اخلاق شما، بالاخره اونا سمت طراحی و برنامه ریزی و سیاست گذاری و تصمیم گیری و امثال اینها رو دارن. البته تو اون قواعد مخصوصا حالا جدید و زیبایی که پیدا کرده. بنابراین تو بدون که تو درباره برای اونها عامل آزمایش و امتحان هستی و اونها هم درباره تو در معرض امتحان‌های سخت هستند و شما به صورت متقابل درباره همدیگه آزمایش میشید، یعنی مردم و حاکمیت، مردم و حکومت به طور متقابل در معرض آزمایش هستند. خب اینجا چی رو به ما میگه؟ یک نکته کلیدی و زیبا رو، و اون اینه که اساساً حکومت، فرمانروایی، مدیریت در منطق اسلام صرفاً یک امانته و یک امتحانه. شما درباره حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن کریم اون آیه زیبا و شنیدنی رو دارید دیگه، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. ببین اصلا اون اصلش ابتلاست، یعنی خود این مسئله نگاه، حالا این که والی هم باید خودش به این مسئله، اون کسی که حاکمه و مدیره، اون هم باید همین نگاه رو داشته باشه، اون بحث یک طرف مسئله است. این که مردم هم درباره او یک چنین نگاهی رو داشته باشن که این مسئله در واقع یک امتحان، امانت الهی است، هم امانت پرستی نکنه، چون امانت قابل پرستیدن و پسندیدن خیلی بله. نیست، هم امانت داری کنه، امانت داری که زایعش نکنه. و یه چیز خیلی جالب، بین خوف و رجا، بین خوف و جالب، همینجا یه نکته خیلی جالبی رو خدمتتون عرض کنم توی این نگاه، نگرش اسلامی. حالا بین والی و مردم لذا تکلف نیست، این خیلی شیرینه، تکلفی وجود نداره، یعنی فضا بین اونها فضای مبادله یک امانت، رعایت یک امانت و کمک، فضایی که شکل میگیره عبارت است از تعاون، همکاری، همکاری خالصانه، برای اینکه این باری که خدای متعال به عهده هر دو گذاشته به کمک هم به مقصد برسه. ملازمم، یعنی اینجوری بهش نگاه بکنن، که یه جمله خیلی جالب اینجا دارم براتون بخونم، اینم شیرینه. ابوذر که خب شناخته شده است، یه شخصیت برجسته است در بین اصحاب پیامبر عزیز ما، خدمت پیامبر اکرم، خودش نقل میکنه، خود ابوذر نقل میکنه، میگه من به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه عرض کردم که یا رسول الله میشه به منم یک مسئولیتی بدی؟ استعملنی. گفت عرض کردم آجون به منم یه بله یه مدیریتیه، بالاخره مسئولیتی به من بدید. میگه که حضرت دستشون رو گذاشتن رو شونه من، ابوذر میگه، یه پیغمبر اکرم دستشون رو گذاشتن رو شونه من، فهمدن یا ابوذر انک ضعیفون و انها امانه. این چقدر دقیق، انک ضعیف و انها امانه، تو آدم ضعیفی هستی، آدم خیلی خوبی هستی، عابدی، زاهدی، انقلابی هستی، حزب اللهی هستی، تو میدانهای اجتماعی آرمانگرا هستی، مروج عدالت، این ویژگی خیلی خوبی داری، اما برای این کار ضعیفی، فرد خوب بودن کافی نیست، بله کافی کفایت میخواد، و اون انک ضعیف و انها، اینم یه امانته، و انها یوم القیامت خزیون و ندامه. اگر یه آدم ضعیف
یک چنین امانت بزرگی رو به عهده بگیره نتیجهش چی میشه در قیامت؟ پریشانی و بله، اینها رو در پی خواهد داره. من اخذها الا من اخذها به حقها و عد الذی علیه فیها، مگر اون کسی که توانمنده و صلاحیتش رو داره که این امانت رو به عهده بگیره و حق این امانت رو بتونه ادا بکنه. البته او از عهده برمیاد، در پیشگاه خدا متعال رو سفیده، و الا مسئولیت خیلی بزرگه، اجرای احکام الهی، مدیریت بر نفوس و امثال اینا. بنابراین باید اول مردم یادشون باشه که کسی که این امانت به عهدش قرار گرفته در یک وظیفه بزرگ، یک مسئولیت عظیم در پیشگاه خلق و در پیشگاه خالق بر عهدش اومده، و با فرض اینکه اون شخص صالح باشه برای این امانت، یعنی بگیم از نظر شرایط علمی، کفایت صلاحیت علمی داره، صلاحیت اهلی، حالا اصطلاحا میگیم اهلیت دیگه، فرمود ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، با فرض اینکه او اهلیتشو داشته باشه، مسئولیتش خیلی مسئولیت بزرگی. حالا فرض اینه که هم اهلیت اخلاقی، اهلیت بفرمایید علمی، اهلیت مدیریتی، کفایتی، شخصیتی، همه جورشو داره، مسئولیتش خیلی مسئولیت بزرگیه. با یک چنین فرضی که او میخواد در ارتباط با تأمین امنیت جامعه، تأمین سلامت، رفاه، اقتصاد، معیشت، عدالت، نمیدونم عزت، استقلال ملی، جمعنم عزت جهانی رو، همه این محورها باید برای جامعه برنامه ریزی بکنه و کارها رو پیش ببره. اینجا باید این امانت با فرض اینکه به دست اهلش داده شده، حالا تو جامعه، مردم باید این جایگاه مدیریت رو یاری کنن و کمکش بکنن. تمام این حقوق جمع‌بندی شده، خلاصه شده و واژه گذاری شده، اسمش شده خیرخواهی، النصیحه لائمه المسلمین، کلید واژه حق مسئولین، خیرخواهی، حق مردم بر مسئولین، نه خیر دیگه، نه مسئولین بر مردم. حق مسئولین بر مردم چیه؟ حق امام جامعه، حالا اون از بالا شروع کنیم، در واقع رهبر، پیشوا بر جامعه چیه، و بعد حق حکومت و کسانی که این مسئولیت‌های بزرگ بین اونها تقسیم شده، حق چه حقی پیدا می‌کنن؟ حق خیرخواهی. یعنی مردم باید درباره اونها خیرخواهی داشته باشن، خیرخواهی قلبی، بر اونها دعا کنن، به اونها ابراز محبت کنن، خیرخواهی زبانی داشته باشن، اونها رو راهنمایی کنن، انتقاد کنن، بر اونها نظارت بکنن، و خیرخواهی عملی، اونها رو در انجام این وظیفه بزرگ یاری کمک میکنم. خیلی ممنونم. البته سوال تو ذهن من باقی موند که فکر میکنم والیان هم این خیرخواهی رو به طریق اولا باید انجام بدن. اون بحث بعدی که باید برسیم دیگه، انشاءالله به ترتیب اون دو سه جلسه بعد خواهیم. میخواستم جمع‌بندی کنم، وقتمون تمام شده. خیلی سریع عرض میکنم، امیرالمؤمنین فرمودن اگر جامعه به این بلوغ برسه که والی و مردم حق هم رو رعایت کنند، هفت اتفاق خوب میفته: حق بین مردم عزیز میشه، دین برپا میشه، چنین نظامی دوام پیدا میکنه، دشمنان ناامید میشن، عدالت در جامعه برپا میشه، سنت های الهی در جای خودش قرار میگیره و زمان اصلاح میشه و مدیریت زمان اتفاق میفته. در حد 10 ثانیه دعا میکنید. خدا رو قسم میدم به حق اولیاش، به همه ما این توفیق رو بده بتونیم حق والیان و رهبر عزیز و عالی قدرمون رو ادا کنیم انشالله و براشون دعا کنیم. خیلی سپاسگزارم. عرض میکنم الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. وقتتون بخیر. فردا شب با حضور آقای میلای نژاد حقوق فرزندان رو صحبت میکنیم. قرار هست فردا شب فقط و فقط به سوالات شما پاسخ بدیم و تعداد بسیار زیادی از حرفهای شما رو که ضبط کردیم پخش خواهیم کرد. یا علی مدد، محتاج دعای خیر شما هستیم.